به نظر من یکی از یک چیزایی که الان درگیر شدن و همه متاسفانه تمام اکثر رادیو تلویزیون ها میبینین مرافعه اینه که دیروز احمدی نژاد چی گفت آقای خاتمی آقای خامنه ای چی گفت خیلی خوب اونی که میگیم گفت و معنیش هم زدیته نتیجهش چی ما چه باید بکنیم هیچ کس روی نمیره که ما ایرانی ها چی کار باید بکنیم و به نظر من این اگر زیادی نرفته باشم فیلم قشنگی که تخصص دارن برای انتخابات آینده که دو تا جناح وجود داره در مقابل هم حتی یکی رهبری هم گرفته ولی آیا وجدانن هر دو میتوانن تا آخرش برن آدم باید خیلی خوش خیال باشه که اونه بپذیره ولی البته ازش میشه استفاده کرد آیا کریمی عدم تمرکز در ایران میتونه نقطه اشتراک و همکاری نیروهای اپوزیسیون باشه؟ جز راهی نیست از ذره بنده به جز اون راهی نیست چون بالاخره کسی که معتقد بی عدم تمرکز نباشه از اول شمشیرش بسته زیر کتش که البته دیگه او اره است توی زمان امروز شمشیر نیست قدیم بود قدیم بود که چهار تا دو تا سه تا قدرت بزرگ بود بودیم تجزیه میشه بنده و آقای جباری پیش هم میشینیم میم آبسی خوب نصف اون میز بریت و نصف بریم من. حالا ده تا دیه ابو کریمی و پرویز جباری درست شده نمیشه این کارو بکنن احتیاج هم ندارن قدرت ها بالاست و خود مردم هم به جایی رسیدن که دیگه به ای سادگی نمیشه موره شطرنجشان کرد فهمیدید ولی این موضوع باعث می شود که به این برسیم تنها راه حفظ و احترام و تضمین هویت هایی است که داریم یعنی اول آدم باشیم اول زنده باشیم تا بعد مکلف به انجام تکلیف باشیم من من کردم ایرانی هم مثلا مخلص هستم نه کسی بیشتر نه از کسی کمتر ترک است بله در ایران هم زندگی میکنه اینه اول اینا و اینها پایه ها ببینید برای دموکراسی نهاد میخوایم بله درست پایه ما اون پایه ها رو نداریم در اروپا سرمایه داری تغییر کرد و واحد های کوچک و بزرگ پولی به وجود آمد شد نهاد و این حکومت درست کردن ما تنها چیزی که برای این کار داریم و در خیلی جای دنیا هم بوده همین ملل گوناگونی است که توی مملکت ساکنن به لطف آب هواش فرهنگ های گوناگون زبان های جورا جور خیلی هم از ریشه با هم یکیه از کنم نجات های جورا جور برادر عرب ارا... سامی داریم که قرنها تو ایرانه ازش هم دفاع کرده برادر ترک اورال آلتایی و ترکمن دایم قرنهاست تو ایران دفاع هم کرده جز جرنالاش هم هست اساسا ایران این بوده وضعیتش سرزمینی که ای توش ساکن بودن الزامن نه دین واحد نه زبان واحد نه نجاد واحد داشتن ولی یک سرنوشت واحد داشتن از دفاع کردن در این حال هر کسی هم حدود و حقوق خاص خودش را داشته بدون یه چیز تنها راه بری ماندگاری ایران تنها راه بری دموکراسی ایران عدم تمرکز و قدرت است ما بنده به عنوان متقنه بهترین شکلش فدرال تقسیم کردن و قدرت توی ملیت هایی که ساکنیم این تنها راه اساسی شمینه برای که واقعا اونها که خود را از ما بهتران میدانند در این پیچهای تاریخی اگر نتوانند اشکالات شان را حل بکنند یعنی گذاشتنش برای دور آینده و دور آینده معلوم نیست چیه اون که معتقد است برای تمامیت ارزی باید بنده و سرکار را مثلا خفه کنه در این حال دارد بزرگترین کمک را به عدم تمامیت میکنه اینه بفهمن تمام همبتران ما. اونها که از ما از ما بهتران میدانن خودشانه اون کسی که داره این کار میکنه عملا بر سر شاخ نشسته و بون میبره امیدواریم که اینجوری نباشه و نمیشدم برای که دیدید که به قول معروف حریف اون که دیدی و حدیث اون که شنیدی بعد از انتخابات چی داره مملکتی که سی سال با زور و پول جمهوری اسلامی میخواست همه رو بچه مدرسه فیضی قوم بکنه اونهایی بود که اروپایی ها این همه آدمای زیبا و شیک مال و کجان با فرهنگ این جوهر خاصی است بریم تنها راهمون تقسیم کردن و قدرت کاملا نکته قشنگی رو اشاره کردید آبای کریم بحث اینه که اونایی که قدرت رو در دست دارن چه در نظام دینی چه در نظام سلطنتی اشاره کردید که اینا با اون تمرکز تاکید بر تمرکز در از اینا ریشه به استقلال میزنن ریشه به هویت میزنن اما چرا برای خودشون همواره این سوال محفوظ میدانن که از ما که تاکید بر اون هویت میکنیم از ما این سوال میپرسن که آیا شما تزیه طلب هستید چرا این سوالات از خودشون نمیپرسن من ده سال هاست با این آقایان با هموطنانم سر کار دارم هیچ وقت رو چنین صندلی ننشستم بلکه جامان به عکس بوده اونا باید بشینن به فرمان من نه از کسی بیشتر ایرانی هم نه کمتر حرف ما مینه اگر ایران تشکیل شده است از ملل هممان ملتیم اگر بگیم قوم همه قومه نه ای که شما یه آمان بری خودت قائل باشی ملت باشی بندم قوم میگی من این تو حساب دو تومن و حساب شیش تومن این چیزی نیست خیلی جدیتر باید بود مسئله خیلی حساستره بعد ایران و منطقه هم در آستانه یک سونامی عظیمی است ایران مملکتی است که اگر امروز انتخابات آزاد بشه از تهران تا شمال افریقا بجز تهران همه رای به اسلام میدن و ایرانی که حکومت اسلامی حتما رای به اسلامی میده حکومت دموکراتیک میده این ویژگی ها و پدیده هایی که در دل این جامعه چند هزار ساله جوش خورده پیش خورده به از هم قریبه و عمیقا به هم پیوسته دیدیم در این شلوغ که بود اینا نمیشه با این سادگی ها اون آقایانی که این را میفرمان فقط جواب این را بدن هیچ راهی برای دموکراسی وجود ندارد جز این که نهادهایی داشته باشیم که قدرت رو اون تقسیم بکنیم در ایران ما اصلا فدرال ما همه اینا هیچی هیچی میگم چه پایههایی برای تقسیم کردن و قدرت در این مملکت وجود داره میتونی از نو برجوازی وجود بیاری در مقابل دنیا امروز سرمایه داری بشی سرمایه بشه نهاد این نیست اون چه هست همین ملل ساکن این مملکت این تنوعی است که حفظ این تنوع باعث زیبایی و شکوفایی شه شما یه گل داشته باش تمام کاسبرگ و گلبرگ و برگش هم بکن خودش بذاره یه خار اونم تمامیت داره معنی داره اصلا مره. واقعیت مسئله اینه هیچ راهی بنده از این موضع میبینم قضیه را برای دموکراتیزه کردن ایران هیچ راهی جز تقسیم کردن قدرت وجود ندارد قدرتی که تضمینی نداشته باشد هم معنا ندارد تضمینش همین است که قدرت سرشکن بشه توی ملیت هایی که ساکن این مملکتن حکومت مرکزی هم دو سه یا چهار یا دو حق داشته باشه برای که یک حکومت مرکزی باشه و اعاده ی حکومت واحد بکنه در مقابل خارج از مملکت بعضی معتقدن سه حق بیشتر نداره خیلی آگاهانه و خیلی جسورانه و واقع بینانه بعضی معتقدیم نه چهار تا داشته باشه تازه این است که هیچ راهی برای دموکراسی ایران جز تقسیم کردن قدرت و سیستم فدرال از در بنده وجود نداره و استدعا میکنم اگر کسانی معتقدن که اینجوری نیست بفرمان برای دموکراسی تضمین شده در ایران چی هست دموکراسی هم پنجا تعریف نداره دموکراسی یعنی تا دخالت مردم در کارها این دخالت اگر پشتوانه ای از قدرت نداشته باشه فرمایشی است که در قانون اساسی فقط مانده اولا نمیتونه کاری بکنه جناب جنبالی... این تنوع هویت ها رو مهمترین سرمایه برای ایجاد یک جامعه دموکراتیک و یک نوع الگوی دموکراسی میتونیم بگیم دموکراسی ایرانی چون این منابع داره اپوزیسیونی که هستش و به مفاهیمی مثل حقوق بشر مثل حقوق زنان و مثل قومیت ها و مسائل دیگه در این وضعیت امروز ایران اعتقاد داره به چه شکل میتونه این موضوع رو بفهمه یعنی بفهمه که ما ناچاریم که در کنار هم باشیم و یک نوع دموکراسی ایرانی ایجاد کنیم تو وقتی که معتقد باشه به این حقوق بشر بلکه ما بشری این بشر اول هویت هم داره خیلی مزه بود که کرماشاهی هاش اخو ما قربان برم آجر که نیستیم اون یه شکلی یه فرم تنوع داریم مثلا اونا که مسلمان هم مثلا خداوند در قرآن کریم میفرماید خلق الانسان به تفاوت حتی انسان ها هم متفاوت خلق شد مسئله اینه و اما راجع به زنان اولا بنده خود معتقدم اعتقاد شخصی من فرهنگ مردیره اون وقت میشود شناخت که ببینیم دیدش نسبت به زن چیه هنوز هزار سال پیش یا که معتقد اساسا ادامه دهنده بشریت و حیات زنان اونم در ایران او تاج دموکراسی که بر سر کشور ایران در آینده اینشاالله گذاشته خواهد شد بزرگترین گوهرش زنان قهرمان و جسورمان که از همه بیشتر هم فشار روش آمده سنگ زیرین آسیای این آسیای بختکی که روی کشورمان افتاد زمینه تشکر مجدد از جنابالی که دعوت ما را پذیرفتی بینندگان عزیز و همراهان تلویزیون تیشک بسیار خوشحالم از همراهی و توجه شما سپاسگزارم برایتان برای تان سلامتی و نیکبختی آرزو میکنم امیدوارم که برنامه ما مورد رضایت شما بوده باشد پیروز باشید